الله الرحمن الرحیم. سلام و شبتان بخیر. امروز شنبه 4 محمل سال 1397 خورشیدی است که برابر می شود با 24 مارچ سال 2018 میلادی. در نخست سرخط خبرها، با صدا در آمدن زنگ مکتب در نخستین روز تعلیمی، تعلیمین ما آنچنان تعلیم نمی آموزند که آنها را به داشتن یک زندگی موفق و دانش، مهارت ها و قابلیت های کافی آماده کنند. خواسته حکمتیار به ایجاد مناطق امن به طالبان، این مناطق رهبرای مخالفین مسئله دولت با خانواده های خود در مسئولیت بسر می کنند. و سقوط 58 میلیارد دلاری ارزش فیسبوک. مشروع خبرها. حوالی ساعت 7 امشب در ساحه چمن حضوری شهر کابل در یک خیمه تحصن که به حمایت از پشتونستان راه اندازی شده بود یک انفجار رخ داد. عبدالحی دلاور عامر حوزه 8 میگوید این رویداد در پی انفجار یک بمب جاسازی شده رخ داده است. شاهدان از زخمی شدن 6 تن در اثر این انفجار خبر میدهند. رئیس جمهور غنی با اشاره به روند صلح میگوید برنامه ای را که شهروندان افغانستان در مورد آن به اجماع برسند 100% عملی می شود. رئیس جمهور در مراسم گشایش سال تعلیمی 1397 بر نقش آموزگاران و دانش آموزان در روند صلح تاکید کرده افزود که بر بحران کشور نقطه پایان می گذارد. برگزاری انتخابات مجلس نمایندگان در سال 1397 خورشیدی مورد دیگری بود که رئیس جمهور بر آن تاکید کرد. سمیرا ظفری جزئیات می‌دهد. نواختن زنگ مکتب از سوی رئیس جمهور و انتقادش از پایین بودن کیفیت آموزش و پرورش، آقای غنی ظرفیت سازی، تقویت و عملی شدن پلان معارف را از اولویت های حکومت عنوان کرد و موجودیت فساد، دستبرد در پول معارف و مسلکی نبودن استادان را جفای ناپذیرفتنی خواند. نیم معلمین معیارهای پایین تدریس را پورا نمی توانند و متعلمین ما آنچنان تعلیم نمی آموزند که آنها را به داشتن یک زندگی موفق به دانش، مهارت ها و قابلیت های کافی آماده کنند. محروم ماندن 3.5 میلیون کودک از آموزش، مسدود بودن 1000 مکتب و نداشتن ساختمان 50% از مکتب ها در کشور از ناهنجاری های است که رئیس جمهور از آن انتقاد می کند. با باور وی اولویت بخشیدن به معارف کشور، پشتیبانی مردم از معارف و تأمین امنیت دانش آموزان و آموزگاران تنها راه حل این نابسامانی هاست. رئیس جمهور بر مخوم میفهم که هیچ وعده ما یادتان نمیره. از او خاطر در وعده که کم هستیم میاییم. من به معلمین وعده نموده بودم به اساس پیشنهاد جناب وردکسه که مسکن و سرپناه قابل استطاعت برای آن فراهم بسازم. تا اکنون در این خصوص موفقیت های لازمه نداشته ایم، اما به وزارت شهرسازی و اداره اراضی هدایت دادم که برای حل این مسئله یک طرح عملی را ترتیب نمایند. برگزاری انتخابات پارلمانی و شورای ولسوالی ها و صلح پایدار از درشترین موارد است که رئیس جمهور نقش معارف و همکاری مردم را در تحقیق آن سازنده می خواند. رئیس جمهور تاکید دارد که روند صلح پیروز می شود. اجماع ملی کشور در قسمت صلح عملی می شود. افراد که فکر می کنند که اراده ملی این ملت عظیم است خدشدار کردن میتونن دوباره فکر کنن. راه را که ملت سرش به اجماع برسه به تمام قوت انشالله و تعالی تعقیب خواهد شد تا صلح پایدار به دست ما بیاید. رئیس جمهور در دومین نشست روند کابل پیشنهاد به مخالفان مصالح دولت ارائه کرد که تا حال پاسخ مشخص دریافت نکرده است.
روی پیشنهاد صلح دولت افغانستان بین رهبران طالبان تضادها و کشمکشها ایجاد شده است. مشاور امنیت ملی میگوید که هنوز تمامی رهبران این گروه روی گفتگوهای صلح توافق ندارند و پاسخ رسمی این گروه تا کنون افزایش حملات هراس افغانی بوده است. حنیف اتمر تاکید می‌ورزد که در یک دست حکومت پیشنهاد صلح قرار دارد، اما در دست دیگرش برنامه‌های جنگی در برابر گروه‌های تندرو. در این میان قرار است در همین هفته نشست تاشکند درباره صلح افغانستان با حضور کشورها و سازمانهای منطقه و جهان برگزار شود. حدود یک ماه پیش اینجا نشست در روند کابل، حکومت بسته پیشنهادی صلح را برای طالبان اعلام کرد، اما تا کنون گروه طالبان هیچ پاسخ رسمی به فراخوان صلح ندادند. اما مشاور امنیت ملی در گفتگو با دویچه وله گفته که تا اینجای کار پاسخ این گروه افزایش حملات هراس افغانی بوده و بین رهبران طالبان هم روی پیشنهاد صلح دولت توافق وجود ندارد. طرح صلح دولت افغانستان مطرح شد. خب این نشان میده که در بین طالبان عملا تضادها و کشمکش‌های در سطح رهبریشان آغاز شده. در کنار سال حکومت گزینه نظامی را از روی گروه‌های تندرو به شمول طالبان بر نداشته و با آنان در میدان‌های نبرد در پیکار است. بسته پیشنهادی صلح با طالبان زمان بندی ندارد. از این رو دولت هم جنگ می‌کند، هم انتظار پاسخ فراخوانش را می‌کشد. به یه ولاس که مود صلح پروگرام او طرح ده. به دویم لاس که مود ملت پر دفاعی تدابیر دی. حکومت از تلاش‌های صلح‌جویانه خسته به نظر نمی‌رسد. روز دوشنبه و سه‌شنبه همین هفته نشست تاشکند برگزار خواهد شد با اجندای صلح و امنیت برای افغانستان و بررسی نتیجه نشست صلح روند کابل. این نشست افغانستان، برخی کشورهای منطقه و جهان و سازمان ملل را در ازبکستان گرد هم می‌آورد. حکومت افغانستان، امریکا و طالبان هر سیش باید به روی مذاکره بشینند. امریکا باید خود منهای منجی معرفی نکنه طرف قضیه است. واشنگتن نشست تاشکند را مهم و زمینه برای پشتیبانی جهانیان از تلاش های صلح رئیس جمهور غنی گفته و اتحادیه اروپا هم اعلام کرده که در این نشست فدریکا موگرینی نماینده ویژه اتحادیه اروپا در امور روابط خارجی و امنیت شرکت خواهد کرد. گلبدین حکمتیار بر ایجاد مناطق امن برای زندگی آزادانه رهبران مخالفان مسلح دولت در خاک افغانستان تاکید می‌ورزد و باور آقای حکمتیار در این مناطق باید اداره نو با نیروهای تازه امنیتی خارج از ساختار نهادهای امنیتی کشور با تفاهم طرف‌های درگیر جنگ افغانستان شکل بگیرد و تفنگداران تمامی طرف ها به شمول نیروهای دولتی و خارجی از مناطق امن بیرون شوند. گلبدین حکمتیار خواستار گشایش دفتر سیاسی برای طالبان در کابل است، اما ریاست جمهوری این طرح را دیدگاه شخصی آقای حکمتیار می‌خواند. گزارش از همکارم باعث حیات ببینید. خطهای درشت طرح صلحش را اینجا بازخوانی می‌کند. خواستار گشایش دفتر سیاسی برای طالبان در کابل است و می‌خواهد برخی مناطق در افغانستان زیر نام مناطق امن و مسون برای رهبران مخالفان مسلح دولت ویژه شود. در این مناطق رهبرای مخالفین مسلح دولت با خانواده‌های خود در مسئولیت بسر می‌برند. نه تا تعقیب قرار می‌گیرند و نه از بالا مورد حمله. گلبدین حکمتیار میگوید تفنگداران طرفهای درگیر جنگ افغانستان به شمول نیروهای دولتی و خارجی باید از مناطق امن بیرون شوند و در آن مناطق اداره نو خارج از دولت و نظامیان تازه خارج از ساختار نهادهای امنیتی شکل بگیرد. طرحی که به گفته آقای حکمتیار روی میز رئیس جمهور غنی و کاخ سفید است، اما این بخش آن تاکنون پاسخ تایید و یا رد نگرفته است. د امن سیمی بزانت اداره هم لري او د امن تامینولو لپاره ځواکونه هم لري. اداره امنیتی ځواکونه به د ټولو لورو په توافق ورکی. در کنار صلح حکمتیار بر برگزاری انتخابات مجلس نمایندگان و شوراهای ولسوالی ها
تا ماه میزان 97 پافشاری دارد و میخواهد در انتخابات پیشرو برای احزاب سهم داده شود و رأی قابل انتقال باشد. که واړو انتخابات شفاف و عادلانه و بهرنی په هغوی کې لاسوهنه ونه کړي او خپل شرایط تعمیل نه کړي، نو په کار دا ده چې د انتخابات افغاني وي او مصارف یې دولت په خپله ورکړي. که دولت له نورو نه مرسته غواړي بیا دې په نورو مواردو کې وغواړي. طرح صلح ګلبدین حکمتیار پیشتر با واکنش های تند سیاستگران روبرو شد. اهل سیاست و مقام های پیشین دولت این طرح را توطئه و زمینه سازی برای تجدید افغانستان گفتند، اما ریاست جمهوری طرح صلح حکمتیار را دیدگاه شخصی وی می‌داند. برخی از اعضای رهبری جمعیت اسلامی میگوید هنوز خواستهای این حزب از سوی ریاست جمهوری برآورده نشده است. این اعضا توافق به میان آماده ارگ و بلخ را تفاهم میان عطا محمد نور و رئیس جمهور غنی عنوان کرده میگوید این تفاهم حمایت جمعیت اسلامی را نیز دارد. شبیر احمد صالح جزئیات می‌دهد. پس از پایان تنش سه ماه میان ارگ و عطا محمد نور، اکنون برخی از اعضای رهبری جمعیت اسلامی میگویند خواست های این حزب تا اکنون به گونه کامل از سوی ارگ برآورده نشده است. در میان این بسته نقطه ای که اساساً برای استاد عطا صلاحیت داده شد حل قضیه بلخ بود، معرفی والی جدید بلخ، معرفی قماندان امنیه بلخ و همچنان یک دو وزارتی که قبلا از طرف حکومت در مذاکرات قبلی تعهد شده بود و سفارتخانه های. مهمترین خواست های جمعیت از حکومت تطبیق موافقتنامه تشکیل حکومت وحدت ملی، برگزاری لوی جرگه، سهم دادن به احزاب سیاسی در نظام انتخاباتی، توزیع شناسنامه های الکترونیکی مطابق مصوبه پارلمان، فرمان ایجاد شورای مشورتی احزاب از سوی حکومت و معرفی والی جدید بلخ با تفاهم حزب جمعیت اسلامی بود. اما تعیین دو وزیر، تشکیل شورای عالی مشورتی، یک کرسی سفارت و چند مقام حکومتی در بلخ شامل مورد توافق میان ارگ و عطا محمد نور است. در این میان آگاهان سیاسی باور دارند که در میان جمعیت اسلامی چند فکری ایجاد شده است. جمعیت در قدم اول اظهار بی‌خبری کرد و بعد وقتی دید که بنفع نیست آمد اعلان کرد که ما برای استاد عطا صلاحیت را داده بودیم. از توافقی که استاد عطا با جانب ارگ رسیده جمعیت اسلامی حمایت میکنه. تنش میان ارگ و جمعیت با گذشت بیش از سه ماه پرچالش‌ترین مورد حکومت وحدت ملی حساب میشود که گفته میشود تا هنوز مورد زیاد میان ارگ و جمعیت اسلامی در حال پیگیری است و حل نشده باقی مانده است. وظیفه پلیس حفظ حقوق شهروندان و تامین امنیت است، نه مسئولیت جنگی و دفاعی. نادر نادری رئیس کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی با ابراز این مطلب میگوید در گذشته مأموریت اصلی پلیس مشخص نبود. پس احمد برمک وزیر داخله هنگام امضای تفاهمنامه روند اصلاحات و ملکی سازی وزارت داخله بیان داشت که پلیس باید مصروف وظایف اصلیش شود. تفاهمنامه اصلاحات و روند ملکی سازی وزارت داخله روز شنبه میان نادر نادری رئیس اصلاحات اداری و خدمات ملکی و وایس احمد برمک وزیر داخله امضا شد. نادر نادری وظیفه پلیس را حفظ حقوق شهروندان و تامین امنیت می‌داند. اکثر در گذشته به دلیل نیازهای جنگی و یا به دلیل دیدگاه حکومت تا 17 سال قبل از او هم وزارت داخله به عنوان یک نهاد کنترل کننده مردم مطرح می شود و این دقیقا برخلاف آنچه قانون اساسی افغانستان امروز میگه عمل میکرده. خوش احمد برمک وزیر داخله میگوید پلیس باید مصروف وظایف اصلیش مانند مبارزه با فساد شود. جنگ هم جنگ تقریبا میتونیم بگیم فرسایشی است، تو جنگ نیست که به صورت منظم و جبهه‌ای با حکومت افغانستان با نیروی امنیتی و دفاعی دشمن بتونه مقابله کنه. خب به صورت در این میدان جنگ ما مجبور هستیم با نیروهای امنیتی و دفاعی کشور به صورت هماهنگ و مشترک در حراست از تامت از کشور، در دفاع از تامت از حکومت
ملی و قانون دکشور باید مشترکاً مبارزه کنیم. برزمین باید وزارت داخله چند پیش استراتژی 4 ساله را پیشنهاد کرد که با تطبیق شدن آن پلیس بیشتر مصروف خدمات ملکی به ویژه تنفیذ قانون می شود. دوباره خوش آمدید و حال هم توجه کنید به چند خبر کوتاه از جهان. کره جنوبی میگوید که کره شمالی در مورد برگزاری مذاکرات به خاطر آمادگی برای نشست سران دو کره توافق کرده است. قرار است مذاکرات برای آمادگی نشست سران کره شمالی و کره جنوبی در 29 مارچ با اشتراک مقام‌های ارشد دو کره در قریه مرزی پنمونجام برگزار شود. انتظار می رود کیم جانگ هون رهبر کره شمالی در اواخر ماه آینده میلادی با مون جان هن رئیس جمهور کره جنوبی ملاقات کند. قرار است رهبر کره شمالی سپس در ماه می با دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده نیز دیدار کند. پس از علنی شدن سوء استفاده از اطلاعات کاربران شبکه اجتماعی فیسبوک و برای افتادن جنبش انتقادی از این غول دنیای مجازی، ارزش سهام فیسبوک تا یک هفته 58 میلیارد دلار کاهش یافته است. هزاران معترض هم حساب‌های کاربری خود را در فیسبوک غیر فعال کردند. این در حالی است که مؤسس و مدیر حامل فیسبوک رسما حضورخواهی کرده و گفته شرکت تحت امر او مشغول بررسی راه‌های پیشگیری از وقوع دوباره چنین مشکلاتی است. سخنگوی وزارت خارجه چین گفت که تصمیم دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا درباره وضع تعرفه‌های گمرکی میلیارد دلاری بر واردات کالاهای چینی نشان دهنده تکبر آمریکا و خلاف منافع هر دو کشور است. چین فهرستی از 128 کالای آمریکایی را منتشر کرده که میگوید میتواند بر واردات آنها تعرفه 3 میلیارد دلاری را وضع کند. وزارت بازرگانی چین اعلام کرده است که این تعرفه ها را در دو مرحله اعمال خواهد کرد. یک تحقیق جامعه که بیش از 500 دانشمند برجسته جهانی در آن مشارکت داشتند نشان می‌دهد مداخلات انسانی در کره زمین و نابودی زیستگاه‌های جانوران می‌تواند بیش از نیمی از حیات وحش قاره آفریقا را تا سال 2100 منقرض کند. همزمان دانشمندان نسبت به بهبود وضعیت زیست محیطی در نقاطی از جهان چون چین ابراز خوشنودی کردند. این تحقیق که با حمایت سازمان ملل متحد صورت گرفته با مشارکت دانشمندان از نقاط مختلف جهان تهیه شده و مدعی است که فعالیت‌های بشری در صورت ادامه می‌تواند نیمی از پرندگان و پستانداران قاره آفریقا را منقرض کند. دوباره خوش آمدید. کار فاز نخست شهرک چین به زودی در شهر کابل آغاز می شود. وزارت شهرسازی می گوید فاز نخست این شهرک شامل 1400 واحد مسکونی است که از سوی کشور چین ساخته شده و به بازماندگان نیروهای امنیتی و افراد کم درآمد توزیع می شود. شهرک سازی در افغانستان روندی که در 16 سال گذشته چندان رونق خوب نداشته است و بیشترین ساخت و سازها در این کشور غیر پلانی و با معیارهای جهانی برابر دانسته نمی شود. اکنون وزارت شهرسازی می گوید برای تهیه منازل رهایشی فاز نخست یک شهرک به همکاری چین که شامل 1400 واحد مسکونی می شود در کابل آغاز خواهد شد. اساس بر ازی هست که برای کارمندان پایین رتبه دولت و رسای شهدای نیروهای امنیتی و خانواده های نیروهای امنیتی که همکنون در حال وظیفه هستند در صفوف امنیتی بر از اینا توزیع میشه. در همین حال شورای صنعتکاران کشور به این باور است که استفاده از مواد داخلی در این شهرک سبب رشد اقتصاد خواهد شد. اگر این شهرک باز هم فساد در این صورت بگیره، فساد مالی به ویژه صورت بگیره و از استانداردها و معیارات پایین یا کمتر در اوج مد نظر گرفته شود در قسمت ایمار از او، باز هم شما شاید از این خواد بودین که در مدت بسیار کم او استهلاک میشه، شاید از بین بره و شاید هم از استفاده بانه. بر اساس آمارها ساخت و ساز شهرک ها در کشور در بیشتر موارد به اساس معیارهای جهانی نبود و وزارت شهرسازی میگوید درهای مناسب برای نظارت از این شهرک ها نیز دارند. در تمام توجه کنین به نرخ ارزها. یا
یک دلار آمریکایی 69 افغانی و 10 پول، یک یورو 85 افغانی، یک درهم امارات 18 افغانی و 75 پول. 1000 تومان ایرانی 14 افغانی، 1000 کلدار پاکستانی 607 افغانی و 1000 کلدار هندی 1060 افغانی. کابل آفتابی، بلندترین درجه حرارت 23، پایین‌ترین 10. هرات نیمه آفتابی، بلندترین درجه حرارت 26، پایین‌ترین 14. مزار شریف نیمه آفتابی، بلندترین درجه حرارت 32، پایین‌ترین 13. جلال آباد آفتابی، بلندترین درجه حرارت 33، پایین‌ترین 15. کندهار آفتابی، بلندترین درجه حرارت 29، پایین‌ترین 13. و سرانجام غزنی آفتابی، بلندترین درجه حرارت 20، پایین‌ترین 2 پیش بینی شده است. از همراهیتان به خبرهای این ساعت آرینا سپاسگزارم.